سلام به دوستان خودم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره که 5 ماه مینیون های منو ببینیم که حاصلشون چی شده و مینیون های دایمندم که اینجان و 5 ماه من توی اسکای بلاک خودم نبودم و توی این ویدیو میریم ببینیم که چی شدن و چه چیزایی چقدر بهمون دایمند میدن. خلاصه بریم که داشته باشیم. اول از همه رفقا، حقیقتا خب این کاتگوری تازه را افتاده تو کانال و امیدوارم که ازش خوشتون بیاد و لذتشو ببرید. و توی این سری حالا قراره که توی اسکای بلاک های پیکسل کمی شناخته بشیم و کمی بتره کنیم و کمی از این داستانا دیگه، و میریم که داشته باشیم. خیلی اینا رو بذار من بگیرم. و البته جدا از یادگیری های شما، قراره که امون پیکیم یه سری نکات خفن هم بهتون بگه که خودتون اگه روزی اومدین های پیکسل اسکای بلاکش خیلی به دردتون میخوره. پس بریم که داشته باشیم، دیگه سرتون رو در نیارم. فقط اگه این سری رو دوست داشتید که حالا این سری هم کنار سری های دیگه ویدیوش آپلود میشه، به هم حتما بگید توی کامنت ها، سابسکرایب و لایک و کامنت و اینجور داستانم که دیگه فراموش نشه. همیشه من همینو میگم. بریم سراغ ویدیو. اینو یادم رفت بگم که کانال هم از اینجا به بعد دیگه دیلی آپلوده یا نهایتا یه روز در میون و میتونیم لذتش رو ببریم. پس فراموش نکنید و ویدیوها رو از دست ندید که دیگه ببینیم شمع خوشگل رفت اینجوری کرد. و بریم که داشته باشیم. چلنج هایی که توی این سری کلن پیش رو داریم خیلی زیادن و رسیدن بهشون هم خیلی سخته، یعنی هر کدوم ممکنه چند پارت بشه. من چند تا دایمند میگیرم برای خودم تا پول ندر دایمند بشم. اولیش خوب درست کردن جزیرمه که واقعا ریخت خیلی داغونی داره و من میبینمش اصلا. نماز ترس، نماز شب چیه، همونو میخوام بخونم. خیلی اصلا یه شکل عجیب و غریبیه. و هدف دوممون چقدر دایمند. بعد بچه من اینایی که این دایمندایی که میبینید روشون کامپکتور این داستان انداختم که باعث میشه که اینجوری بهم دایمند دیگه، وگرنه حالت عادیش دایمند اینجوری بهمون میده، یعنی دایمند معمولی و بدون هیچی، و من میگیرمش خودم که رفتش میکنم انچنتدش میکنم، منتها انچنتد پایینی هست، یعنی انچنتد که انچنت پایینی هست و اینجوریه. هدف من خودم اینه که حالا بیام و تلاشم بکنم و یه جزیره خوشگل برای خودم بسازم، همون چیزی که همه اسکای بلاک ها هست. و نکته ای که این چرا 5 ماه من نبودم، این چقدر لولش پایین بود، 3 تا استک کلم بهم داد. گند زدیم رفت. فقط دارم که بزرگترین فارما رو بسازم تا بتونم یه لول یه رنگ ایرانی بیارم و اونو بهتون اعلام کنم. و الان که میبینید ماشاءالله فارم من چقدر بزرگ و قشنگ، الان نشونتون الان کلام بیارم پایین اصلا هنگ میکنید بچه ها. 1 2 خودم باید با یه آهنگ بگیرم. این ادامه داره ها، لود نمیشه چانکا، لود نمیشه چانکا، لود نمیشه. و خلاصه اینجوریه فعلا وضعیتم و تازه شروع کردم، یعنی 5 ماه پیش من توی کانال این ویدیو رو گذاشتم و غیر پابلیکش کردم و دیگه نذاشتم که باشه، ولی الان برگشتم و دیگه قراره که کامل ادامه بدم. اون زمانی که من شروع کردم میخوام نشونتون بدم یه سری چیزا رو که هنگ کنید، اصلا نمیدونستم حتی انچنت ها چیه. و اینجا انچنت های شارپنس 1 انداخته بودم، نمیدونستم چیه 5 ماه پیش، و الان کامل همه اینا رو میدونم و میتونم راحت اسکای بلاک رو خفن برم. یه سری دستاوردار باید کلا بهتون توضیح بدم که بعدش بتونم حالا پارت های بعدی بریم سراغ درست کردن ویلیج و این داستان، چون دوست ندارم که زمانی که دارید اسکای بلاک من رو میبینید یک دفعه با یه حجم از اطلاعات و یه حجم از دارندگی من روبرو بشید و چیز خاصی ندونید. پس بریم که من یکی یکی بهتون توضیح بدم. این شمشیرم که کلا داغون، اصلا توضیحی نداره، هیچ چیز خاصی نداره. تلکینز برای گرفتن آیتم هاست، الان همونجوری که میبینید اگه تلکینز نباشه که بزنون رو چی نیست، مثلا رو این، مثلا بوم بوم رو همشون هم هست، آخه رو این نیست. به این ور من میخوام نشون بچه ها بدم، اینجوری من اینو میزنم زمانی که میفته آیتمش دراپ میشه. تلکینز انچنتیه که فقط و فقط و فقط و فقط های پیکسل داره و اسکای بلاکش، زمانی که میزنیم مستقیم آیتم میره تو اینونتوریت. اینجا اومد، او مای گاد،
گیگا چت چی بشه، یه چیزی از این جمله های خفن. خیلی انچنت خوبیه و من رو اینو رو همه انداختم و داشتمش. و چیزی که شاید خیلی چرت و پرت یا ببخشید ولی مزخرف به نظرتون بیاد، خبریه که دست منه. من صدای آهنگو کم میکنم و توضیحاتو بهتون میدم. این تبری که دست منه حاصل یک ماه تلاش دانش بنیان ایران، حاصل یعنی دروغ نگیم، حالا بریم نشونتون میدم. این تبری که دست منه نیاز به یه سری کالکشن ها و یه سری کارا داشت که من اینا رو همه رو رفتم و اون تا ویدیوهاشو دیگه آن پابلیک کردم و حالا دیگه پرایوته. و اینجا شما باید میرفتی جانگل وود رو کامل میرفتی توی درخت های سرسبز های پیکسلش کامل اینا رو ماین میکردی تا میرسید به لول چی؟ میرسید به لول جانگل اکس. حالا این همه نشونش دادم چه به دردی میخوره؟ اصلا واد فاز اصلا چیه این؟ بریم که ببینیم بهتون بگم چیه. یه مسیر جاده های های پیکسل کامل توضیحات خودتون متوجه میشید. حالا نمیدونم چجوری متوجه بشید ولی خب امیدوارم. اینا این درخت رو میبیند الان، میریم به سوی این درخت و حمله ور میشیم بهش و از این فایده، یعنی ببین بچه‌ها اصلا آیتم های کلن های پیکسل ربطی نداره کلن که شکلشون چیه. الان این کلن هر کی ببینیش مثلا میگه آه، یه وود مثلا داشتی، یه چی بهش میگن وودن اکس داشتی، بعد روش مثلا حالا یه انچنت انداختی، تو دیگه چقدر اسکولی، تو دیگه چقدر حالا نمیدونی، مثلا برو دایمندش کن. اصلا ربطی نداره اینا، هیچ فایده ای نداره، بستگی به قابلیت های خودشون داره. نگاه کن زیرش نوشته powerful wooden axe which can break multiple blocks. بقیش هم نمیدونم. و حالا بریم دیگه، سرتون در نیارم سراغ داستان. از اینجا یک دونه از درخت هایی که میکنی اینجوری میشه. این درخت ها کلیم توریه، نمیشه خرابش کرد. اینجاست، یاد کامل یادم رفته من. میریم پیش درخت های لاگ که کامل بتونم نشونتون بدم. این کاش خراب میشد داداش، دارم ویدیو میگیرم خراب نمیشی. بکن درخت هایی که نباید خراب بشه رو بهشون بگیم خراب شو به خاطر ویدیو من. و این پس حالا که اومدیم اینجا، حالا اونم میرم بهتون میگم. و چیزی که خیلی مهمه اینه که حالا من این کلن لول های کالکشن های ویتو چجوری گرفتم و چجوری اصلا اونا رو پیش بردم که اینجا روزا یادم رفت، اینا رو آوردم تا اینجا که بتونم حالا مینیونشو بسازم، فلانشو بسازم. رفقا کل هاب های پیکسل یه فضای آزادی داره که برای همه پلیر است. حالا یه زمانی شلوغه و نمیتونید فارم کنید، یه زمانی هم عادیه. مثلا من همه رو از همینجا گرفتم و اینجوری تمام آیتمامو گرفتم و هر ضربه‌ای که شما بزنید به آیتماتون به لولتون توی اون فارم اضافه میکنه. و چیزی که هدف ماست، الان میریم سراغ درخت ها ولی اینو بهتون بگم، چیزی که هدف ماست اینه که توی همین کالکشن ها بتونیم الان این بالا رو بزنیم، تمام لولمون رو میتونیم ببینیم، رنگ خودمون رو تو های پیکسل میتونیم ببینیم. توی این بخش، بخشی جذاب، بخشی به یاد ماندنی، این بخش سرنوشت ما از هزاران پارت اسکای بلاک است. رفقا اینجا الان نوشته رنکینگ پایین رو نگاه کنید، رنکینگ می تیک سام تایم فور فرش ریکوایر 25k این کالکشن. یعنی داره میگه زمانی که شما 25k توی کالکشن گرفتی، من الان نمیدونم، من الان فکر کنم خیلی پایینم، الان دقیق نمیتونم بفهمم اینو، ولی زمانی که 25k توی کالکشن گرفتی میتونی رنگ خودتو توی فارمینگ، توی ماینینگ، توی کامبت، توی انچنت، توی فیشینگ، توی این داستانا ببینی. پس 25k میخواد و من باید یا خدا این چه یا خدا گاش به ویچ هم ایناش گفتم خدا این چی، بذار من بزنمش. اولین ویچ زندگیمو کشتم. اینجا آها اوکی، خیلی خری، ببخشید مخلصیم ولی خیلی خری، من کشتمش. آیتماشو تو برمیداری؟ تشکرم کرد. You're welcome. بذار من انگلیسی شو. You're welcome. دارم خدا بس من
از گنگ بالای خودم هیچی نگم. و خب حالا بریم همون درخت رو پیدا کنم که دیگه مطمئنم خیلی در انتظار فهمیدن این بودید که حالا کجاست این درخت زمردی من و چه فایده ای داره. خودم نمیدونم کجاست، حالا باید پیداش کنیم. های های پیکسل، های های های، کجایی؟ من اینجا رو یه نگاه بندازم. اینجا که میره سراغ ماینا، اونجا هم میره سراغ چاینا. بسیار برم پیدا کنم. حسم میگه این ور بود، ولی حس میکنم شاید اینجا هم نباشد. پشت این دشت دمن باز، دل عهد منو جان من. های پیکسل بیا به من، چوب خودم را پیدا به من. یا ماشاءالله همه دارن میرن بالا. من تمام بچه ها چیزایی که درباره اسکای بلاک های پیکسل هست رو تقریبا میشه گفت میدونم، ولی این رسیدن بهشون رو تازه حالا باید شروعش میکنم که ویدیوهاش رو کامل میبینید همشو. عرضم به این ور بود. من این همه دارم تا چی بود این؟ بجز اینو همه چیزو میدونم. خب بالاخره رسیدیم. حالا دیگه یادم اومد. الان این طرفو میبینید، پارتی یونیکورن 1210. اینو میبینید با این اسکین خوشگلش، نمیتونه اصلا چیزی بکنه. ارزشو یعنی نمیتونه بچه. نمیتونه و تبرش یه حکم تبره. یعنی اینجوریه برا من، با این داره میکنه در واقع. اما چیزی که دست منه، حاصل تلاش منه، اینجوری میکنه. نگاه کنید، خیلی خفنه. من اینجوری تونستم. الان این نگاه کنید، دوتا میکنم دیگه، بقیهش خودش اصلا میره. یه چیز عجیب و غریبیه. و شما هم اگر خواستید اینو باز کنید برای خودتون، میتونید برید و باز کنید. و من رفقا اگه آموزش میدم بین اسکای بلاکی دارم میرم، چون توی کل کامیونیتی ایران هیچ توضیحی برای بچه ها نیست که بتونن های پیکسل و اسکای بلاک های پیکسل رو بدونن و بفهمن. و خودم تصمیم گرفتم حالا که دارم اینو میرم بهت شما هم یادتون بدم. و اگه میخواین این تبر رو بگیرین، همین مسیر مستقیم میرید، انتهای اتوبان تهران کرج یه مردی هست اونجا اشتباه گفتم. اوکی، این مسیر مستقیم میرید و میرسید به اون بخش. حالا همین جوری درخت های مختلف میشه، جانگل رو میوایسید، کامل ماین میکنید. منتها رفقا خیلی اعصابتون خرد میشه مثل من، چون افرادی مثل من هستن که این انچنت رو دارن و میان و حقتون رو میخورن. یعنی میان مثلا شما میای یه ساعت داری اینجا میکنی که لول بگیری، طرف میاد دوتا میکنه تموم میکنه میره، هیچی برای شما نمیمونه، فقط فشاری میشید. ولی البته ممکنه که یک سری افرادی مثل من پیدا بشه که مثلا بیان حالا از روی دوستی و رفاقت بهتون یه دونه بفروشن، ترید کنن. اگه بتونید این کارو کنید، یکم انگلیسی صحبت کنید بهتره که دیگه نخوادم این کارو کنید و وقتتون گرفته نشه. من خودم آخرش دیگه چون حالا خودم زیاد نمیتونم ارتباط برقرار کنم با خارجی، نمیتونستم اون زمان، الان که دیگه حالا یکم بلدم، اون زمان نمیشد. و منم حالا دیدم یکی اومد طرفم، خودش بهم این جانگل عکس رو داد و تشکر کردم ازش و مرسی ازت داداش، بوس بزنت این داستانا، خدافظی کردم ازش و اینو گرفتم و با همین تونستم بازم از اینا بسازم و به چند تا از بچه‌ها دادم. خب رفقا، مثل اینکه خیلی ویدیو طولانی شد و خیلی ویدیو گسترده شد، توی این ویدیو حقیقتا نشد که بریم سراغ جزیره خودمون و فقط خواستم یه آموزش و یه توضیح حالا جامعی از خود اسکای بلاک های پیکسل بهتون بدم. و چیزی که مد نظرم هست اینه که اینا رو هم بهتون بگم و دیگه ویدیو رو تموم کنم. دایموند اسپریدینگ خب باعث میشه که زودتر دایموند بسازن مینیون ها، یه چیزی تو همین مایا. و البته فکر نکنم ها، نه درسته. و کامپکتور اینه که باعث میشه که حالا مثلا 64 تا دایموند میشه یه دونه بلاک، یه لول بالاتره. و البته کامپکتورای حرفه‌ای تری هم خیلی هست که اونا دیگه یه چیزای عجیب و غریبی ان اصلا، که من حالا پولم نرسید اونا رو بخرم. کامپکتور ایکس وای وای فلان وای وای، این داستانا هست که اینا هم حالا میگیریم.
اینو من بهتون نگفتم، این باعث میشه که هیچ مابی توی این بخش از آیلند من اسپاون نشه. 15 کی خدا رو گواه میگیرم 15 کی من جای این پول دادم. و این خلاصه باعث میشد که اسپام نشن و خیلی اذیت میشد. مثلا همینجوری هی زامبی میمد، هی بعد فایت میدادی، میافتادی پایین، پول ازت میرفت و این داستانه. همینو خریدم که دیگه باعث بشه هیچ اسپام نشو. این بود تمام اسکای بلاک های پیکسل من. من برم برسم سراغ این داستانا. تمام اینا رو هم گرفتیم و فقط بذار حالا که دارم خدافزی هم میکنم یه خدافزی اینم داره آیتم. نه مثل اینکه همشو خالی کردم تو ویدیو، انقدر که درگیر حرف زدن بودم باهاتون یادم رفت که بگم. مرسی که ویدیو رو دیدید. سابسکرایب اصلا فراموش نشه، چرا که ادامه این مسیر بچه ها اسکای بلاک رو داریم، های پیکرافت رو داریم، صد روز ماینکرافت رو داریم و سه تا کاتگوری داریم که سه تا بخش داریم که همشون بمب و خفنن و پیکرافت و اسمپی و این داستانا که اصلا هیچی براتون خودتون کامل میدونید دیگه، قطعا توی کانالیت کامل میدونید. و اینم بخش جدیده که گذاشتم به خاطر اینه که کانال دیلی آپلود شده و هر روز ویدیو میذاره و دیگه وقتی که روزانه باشه من نمیتونم روزانه مثلا همش پیکرافت بذارم. گفتم چند بخشش کنم، پیکرافت، اسکای بلاک، اینا که کانتنت های مختلفی داشته باشم، منتها کانتنت های پیوسته و با هم. این اینونتوریم آقا فهمیدم پول به خود دارم ویدیو میگیرم، آقا تو چرا اینجوری آیتم بذارم اینجا. اینم انچنتده، هر چیزی توی های پیکسل انچنت داره بچه، یعنی الان همینم من حس میکنم انچنت داره، با اینکه حالا نفهمیدم دربارش تو های پیکسل گشتم تو سایتش پیدا نکردم، حس میکنم اینم انچنت داره. بازم دمتون گرم. همین بود خلاصه خود های پیکسل. این یکی از قابلیت هایی بود که بهتون گفتم، سرعت رو داریم، بهترین شمشیر رو داریم، خیلی چیزا داریم. و آیلند منم میبینید انقدر داغونه، یا همون جزیرم انقدر داغونه. توی پارتای بعدی میریم سراغش و میخوام یک اصلا رنگیش کنم بچه، این چوبا رو بردارم همش رنگی بشه، یه چیز خفنی بشه. مرسی که ویدیو رو دیدید، سرتون درد نیارم. تا پارت بعدی که پارت دوم و دیگه از معرفی در میایم میبینمتون. اصلا این سری رو بازم میگم از دست ندین. خدا حافظ همگی.